سرخط خبرها و مهمترین ها. نخست وزیر پاکستان: افغانستان با بدترین آشفتگی انسانی روبروست. نگرانی روسیه و تاجکستان از موج تازه پناهندگان افغانستان به دوشنبه. روسیه: ما آماده میزبانی مذاکرات میان طالبان و گروه های مخالف آنان هستیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. نخست وزیر پاکستان میگوید که جامعه جهانی بدون در نظر داشت این که حکومت طالبان را دوز دارن یا نه 40 میلیون جمعیت افغانستان را کمک کنند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از آماج، عمران خان نخست وزیر پاکستان یک بار دیگر درباره آشفتگی انسانی در افغانستان هشدار داد. او افزود که وقت ارتش سرخ در 1969 افغانستان را ترک کرد، در این کشور جنگ داخلی شعله‌ور شد و در نتیجه آن هرج مرج طالبان ظهور کردند. نخست وزیر پاکستان از تکرار تاریخ هشدار داد و میگوید که اگر پس از 20 سال هم افغانستان را فراموش کنند، این کشور بدترین بحران بشری را تجربه خواهد کرد و اگر چنین شد، وضعیت 20 سال پیش هنگامی که آمریکا به افغانستان حمله کرد تکرار خواهد شد. اظهارات عمران خان در حال صورت می‌گیرد که سخنگویان طالبان وضعیت موجود را رفتن کشور به سوی تکامل می‌دانند و می‌گویند که برخلاف محاسبات گذشته اقتصاد ورشکسته نشد و بانک‌ها سقوط نکردند. نگرانی روسیه و تاجکستان از موج تازه پناهندگان افغانستان به دوشنبه. سفیر روسیه در تاجکستان میگوید سرویس‌های امنیتی ویژه تاجکستان و روسیه برای شناسایی شب نظامیان در میان پناهجویان تلاش میکنند. با گزارش اسپوتنیک، ایگور لیاکین فرولوف سفیر روسیه در دوشنبه تاجکستان گفت سرویس‌های امنیتی ویژه تاجکستان و روسیه برای شناسایی شب نظامیان در میان پناهجویان تلاش میکنند. سفیر روسیه در تاجکستان میگوید در صورت وخامت اوضاع در افغانستان 11 تا 12 هزار نفر از شهروند این کشور ممکن است تا پایان سال 2022 به تاجکستان بیایند. سفیر روسیه افزود سرویس های ویژه تاجکستان و روسیه به طور مداوم برای شناسایی شبه نظامیان در میان مهاجرین از افغانستان تلاش میکنند. فرلوف تاکید دارد که باید با هر گونه اقدام غافلگیرانه آماده شد. تعامل میان طالبان و سازمانهای تروریستی پدیده مبهم است. پیشبینی چگونگی توسعه آن در آینده دشوار است. با گفته او در صورت وخامت بیشتر اوضاع در افغانستان به دلیل بحرانهای عمیق اجتماعی اقتصادی و بحران انسانی ممکن است موج جدیدی از پناهجویان به تاجکستان بیایند. در حال حاضر مقامات تاجکستان همراه با شرکای بین‌المللی به رهبری دفتر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال برنامه ریزی هستند. فرلوف میگوید امیدواریم که دوشنبه از هجوم گسترده جدید پناهجویان جلوگیری کند. این خود نیاز به هزینه مالی جدی، کار، پذیرش، بررسی و مسکن دارد. روسیه: ما آماده میزبانی مذاکرات میان طالبان و گروه های مخالف آنان هستیم. خامه پرس. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است که مسکو آماده میزبانی مذاکرات بین طالبان و گروه مخالف آنها هستند. الکسی زایتسف، معاون بخش اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه 8 دل و در کنفرانس خبری گفت که روسیه آماده میزبانی مذاکرات بین دو طرف است. این اظهارات در حالی که هفته گذشته برخی منابع گفتند که مولا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء، و مولا یعقوب، وزیر دفاع طالبان، برای دیدار با مقامات روس مخفیانه بر روسیه سفر کردند. برخی منابع روسی نیز به رسانه ها گفتند که احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، به مسکو برای ملاقات با مقامات طالبان رفته بود. پیشتر از این احمد مسعود و امیر اسماعیل خان، رهبر جهادی، با امیر خان متقی، وزیر امور خارجه طالبان در ایران دیدار کردند. آقای متقی در دیدار به رسانه ها در مورد این سفر گفته که آنها را
به بازگشت به افغانستان دعوت کرده است. روسیه قبلا خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان شده بود. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که آنها هرگز اجازه نمیدهند که مقامات پیشین دولت در حکومت شرکت کنند. به گفته وی اگر هدف امریکا و کشورهای غربی از دولت مشمول کرسی دادن به مقامات پیشین است، این هرگز امکان پذیر نیست. رویدادهای مهم جهان. روسیه شدیداً نگران دستور آماده باش 8500 سرباز آمریکایی هستیم. روسیه میگوید که از اقدام ایالات متحده آمریکا مبنی بر آماده کردن 8500 نیروی آمریکایی برای اعزام احتمالی به شرق اروپا شدیداً نگران بوده و آن را از نزدیک نظارت میکند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه 25 جنوری مطابق به 5 دل و با ابراز نگرانی از این موضوع ایالات متحده را یک بار دیگر متهم به تجدید تنش‌ها و ایجاد بحران در امتداد مرز روسیه با اوکراین کرد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت که بسیار واضح است که روسیه در حال حاضر قصد برای کاهش تنش ندارند و اقدام ایالات متحده دستور آماده باش برای 8500 نظامی ادمینان بخش به متحدان ناتو می باشد. با وجود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعزام نیرو به اوکراین را در صورت حمله روسیه بر این کشور رد کرده است، اما تعهد کرده است که تحریم‌های اقتصادی سریع و شدید را علیه مسکو اعمال کند. آقای کربی گفت که اردوی ایالات متحده از نزدیک افزایش 1,027,000 نیروی نظامی روسیه در امتداد مرز اوکراین و بلاروس را نظارت میکند. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه با رهبران اروپایی درباره تلاش‌های مشترک برای بازداشتن روسیه از تجاوز بیشتر علیه اوکراین از جمله از طریق تحریم‌های عظیم علیه مسکو و اعمال هزینه‌های عمده اقتصادی در صورت حمله به اوکراین گفتگو کرد. با گفته قصد سفید جو بایدن درباره حضور نظامی روسیه در اطراف اوکراین با رهبران اروپایی به صورت ویدئویی گفتگو کرد. در این تماس رهبران بار دیگر نگرانی خود را در خصوص افزایش حضور نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین تکرار و اعلام کردند که از حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین حمایت میکنند. آقای بایدن پس از میزبانی این تماس ویدئویی با رهبران اتحادیه اروپا و ناتو به خبرنگاران گفت من یک دیدار بسیار 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 خوب داشتم، اتفاق نظر کامل با همه رهبران اروپایی. دفتر بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا با انتشار بیانیه از نظریات آقای بایدن حمایت کرده و گفت رهبران بر اهمیت و وحدت بین المللی در برابر خصومت فزایند روسیه توافق کردند. مقامات ایالات متحده و روسیه در دو هفته گذشته 4 بار روی تنش‌زدایی در مرز روسیه و اوکراین و بر سر نگرانی‌های غرب در مورد تهدید حمله روسیه به اوکراین و ترس روسیه از عملیات ناتو در شرق اروپا گفتگو کردند که تاکنون نتایج ملموس نداشته است. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم.